خب سلام عرض می کنم خدمت همه دانش آموزای خوب، پسرا و دخترای گل کنکوری. میریم همینجوری که قول داده بودیم سر تجربی 99. قراره که سوالای تجربی 99 رو با هم دیگه حل کنیم. من ترجیح دادم که این دفعه از ریدینگ شروع کنم که هنوز انرژیتون تموم نشده و هنوز فرش هست. شروع کنیم روی ریدینگ، از ریدینگ شروع کنیم، بریم کلوستس و بعد بریم به سمت گرامر و لغت. بسیار خوب، ریدینگمون پسج وان که ریدینگ فوق العاده تجربه 99، ریدینگ فوق العاده سبک خوب و ریدینگیه که اصلا اذیت نمیکنه. گفته اکوردینگ، اولا من نگاه میکنم تیپ دفینیشن رو توی ریدینگم ندارم، چون تیپ دفینیشن رو ندارم قرار بر این بود که اگر توی دوتا ریدینگ تیپ دفینیشن رو دیدم اول دفینیشن رو بزنم. الان توی دوتا ریدینگ من ندیدم که بگه which word is defined، کدوم کلمه تعریف شده. به خاطر همین خدمتتون عرض کنم که ما شروع میکنیم و ریدینگ اول رو یک نگاهی میندازیم، جمله های اول هر پاراگراف رو، و بعدش هم میپردازم به ریدینگم. خب گفته throughout history the difference between، گفته فاصله بین پیر و جوان ها یک مسئله بین واقعیت و ادبیات و اینهاست، میگه یه ویژگی هست برای ادبیات و واقعیت و اینها در دنیای واقعی منظورشه. گفته فاصله بین old and young، دقیقاً بچه ها این سوال من، چون یه سوال عینی هست، این که من تیپ میگم و خیلی تیپ ها رو نمیتونم عکس رو آقای هادی نژاد از این بزرگتر باشه، به خاطر اینکه من میخوام بچه ها روی دوتا صفحه اشراف داشته باشن و از قبلا هم اعلام شده که قرار تجربه 99 حل بشه. پس اجازه بدین که ما فرض رو بر این بذاریم که شما سوالات تجربه 99 رو دارید. خب این سوال یه سوال عینی هست. اگر تیپ ها رو نمیدونید، توی همایشی که دارم میذارم اونجا میتونین شرکت کنین و تیپ ها رو ببینین که ما چجوری تشخیص میدیم. چون من جمله اول رو خوندم، قرار بر این بود جملات اول هر پاراگراف رو بخونم. بسیار خوب، دقیقاً گفته گپ یعنی فاصله، تفاوت، براش مترادف اومده. ببینین من بارها گفتم ریدینگ کنکور استوار است بر تکنیک مترادف، یعنی بچه باید بدونه گپ یه معنی دیگهش میشه دیفرنس، تفاوت، فاصله. میگه فاصله بین old and young has been a defining feature of both reality. خب گفته، پس گفته throughout the history، در طول تاریخ این فاصله و این اختلاف بین نسل جوان و پیر، پس میگه is not a new story in human life، پس یک مسئله و یک داستان جدید نیست. بله خانم دهقانی، ضبط میشه کلاس. آقای فردوسی، من اون سری هم گفتم سوالا رو بذاریم برای آخر، اجازه بدیم من ریدینگم رو حل کنم، حواسمون پرت نشه روی ریدینگ. بعدی دوباره یه سوال عینیه، چون power balance، the balance of power، یعنی دقیقا من اینجا دارمش، as the parents are puzzled, disappointed and angry about the shift in the balance of power. دقیقا power balance، balance of power، جای اسم و صفت رو چیکار کرده؟ عوض کرده و سوال عینی هست. گفته parents reaction toward the change of power balance as described in paragraph 1. من اینجور سوالایی که بهتون دقیقاً جایگاه پاراگراف رو هم بچه ها میگه جز سوالایی است که سوالای خوبه، یعنی میتونی خیلی راحت جوابشون بدی. گفته reaction و عکس العمل پدر مادرها به تغییر تعادل قدرت اینجا چیه؟ تک به تک گفتیم ریدینگ خابیده است بر تکنیک مترادف، استوار است بر تکنیک مترادف. پازلد براش اومده کنفیوژن، گیج شده، میگه پس پدر مادرها گیجن، گیج شده هستن روی مثلا. دیساپوینتد براش اومده هوپلسنس، ناامیدند. اند انگری، حتی انگری هم خودش اومده. فقط گفته کدوم یکی از ویژگی ها رو ریدینگ عنوان نکرده، انگزایتی و نگرانی رو عنوان نکرده، یعنی خیلی ریدینگش ریدینگ سبکی بوده. Which of the، من بعدی سوال 96 رو حل میکنم. میگه which of the following best describe the function of this is not to say in paragraph 2. دوباره چرا من 96 رو اول حل میکنم؟
به خاطر اینکه دقیقاً جایگاهش مشخصه. گفته تو پاراگراف دو چرا گفته this is not to say، نمیخوایم اینو بگیم. خب این دقیقاً جاش مشخصه، میام اینجا نگاش میکنم. گفته this is not to say that relationship between the generation are expected to worsen. میگه منظورمون این نیست که رابطه بین نسل‌ها قرار بدتر بشه. پس نگاه، نویسنده داره چیکار میکنه؟ داره جلوگیری میکنه از یه سوء تفاهم محتمل. توضیحی که داره میده، میگه من منظورم این نیست که این رابطه قرار بدتر بشه ها. خب پس داره چیکار میکنه؟ داره ما رو جلوگیری میکنه از اینکه یه سوء تفاهمی رو بخوایم داشته باشیم، و این سوء تفاهم رو میخواد از این سوء تفاهم جلوگیری کنه. بعدی گفته کلمه relinquish in paragraph 1 closest in meaning، تیپ نزدیکترین معنی که بهش بچه‌هام سر کلاس گفته بودم، closest in meaning، نزدیکترین معنی به فلان کلمه چیه. ببینید تکنیکی که من سر کلاس گفتم اینجوری بود که گفتیم شما 99% معنی اون کلمه رو نمیدونید، 1% میدونید و میزنید، 99% بچه ها نمیدونن، باید با تکنیک بزنن. خانم کاردان لینک ضبط رو، ضبط بعد از این به حالت رایگان نخواهد بود و شما باید به بچه های پشتیبانی زنگ بزنید و از اونا بپرسید. بچه ها این که میگین زوم کنین، ما بارها خانم میرزایی گفتیم جلوتر که قرار چه سوالی حل بشه، و به خاطر همینه ما فرض رو بر این میذاریم که شما سوالات الان جلوی چشمتون هست. من میخوام که تسلط بچه ها روی دوتا صفحه داشته باشن، ناچارم که این دو صفحه رو با هم داشته باشم. خب اصلا از صفحه خارج میشیم آقای صالحی. آقای صالحی از صفحه، ببینید رفت صفحه من، سوالم میره و از دست میره سوال. ببینید کلمه relinquish در پاراگراف یک گفته نزدیکترین به چیه. یه تکنیک من یاد داده بودم به بچه‌هام، تکنیک اند اور. تکنیک اند اور چه کار میکنه؟ میگه هر اتفاقی که اینور میفته اینورم میفته، میتونن دو تا چیز با هم مترادف باشن. اینجا رو نگاه کنید، میگه relinquish it and hold their hand up. دستاش هم بالا میگیره، دستا رو بالا میگیره، یعنی تسلیم میشن، رها میکنن یک مسئله رو. پس relinquish یعنی رها کردن، retake یعنی پس گرفتن. enhance از لغت های فوق العاده مهم، یعنی بهبود بخشیدن، promote، improve، اینا رو خیلی یاد بگیریم. follow یعنی تعقیب کردن. بسیار خوبی از reading یکمون بود، میرم سر پسش 2. ببینین به شما گفتم بارها 97 رو حل کردم، 98 هم حل کردم. من مرتب به سوالات بر طبق سوالی که سازمان سنجش داده جواب نمیدم، نگاه میکنم ببینم کدوم سوالات بهتره. دیفاین که ندارم، جملات اول هر پاراگرافم رو میخونم. صحبت کرده گفته when we take part in online class where are our bodies، میگه وقتی ما سر کلاس آنلاین هستیم بدنمون و جسممون کجاست. پس چی رو میخواد بگه؟ داره صحبت از آنلاین کلاس میکنه و گفته but the fact that we have no physical presence Dreyfus argues mean that any learning that occurs can only be intellectual not practical. و یه شخصیتی به نام دریفوس صحبت میکنه و میگه یادگیری باید ذهنی باشه نه پرکتیکال و عملی باشه. میگه یادگیری یه چیزیه که ذهنیه. پس یه شخصیتی به نام دریفوس داره صحبت میکنه و صحبت از آنلاین کلاس ها، از همین کلاس هایی که الان شما حضور دارید. و رایتری هست که داره در مورد شخصیت دریفوس صحبت میکنه که آقا دریفوس همچه حرفی رو زده. بسیار خوب، من شروع میکنم چرا با سوال 98. اولا به شما گفتم تیپ مرجع ضمیر رو شما حتما بچه ها میبینید. تیپ مرجع ضمیر از کجا تشخیص میدم؟ تیپ آقای فردوسی من نمیتونم، به خاطر اینکه میگم سوالا رو از دست میدیم. حالا اجازه بدین اینو دیگه، واقعا از این بیشتر نمیشه اینو من زوم کنم. خب گفته کلمه it refer to، گفته برمیگردد، اشاره میکند به. هر جا که refer to دیدین یعنی مرجع ضمیر،
بسیار خوب، خدا رو شکر خانم بهشتی‌پور که خوب شد. خب ریفر تو یعنی مرجع ضمیر، یعنی من برگردم مرجع رو پیدا کنم. دقت کنن بچهای گلمون که اون ضمیر رو زیرش خط میکشه تو کنکور. الان ات گفته این ات به چی برمیگرده؟ In other words it is، چون اول جمله از ات نام برده و ضمیر ات گذاشته، یعنی مرجع من یه جمله قبله. میام اینجا میخونم، میگه درایفس بحث میکنه، میگه که هر یادگیری که اتفاق میفته میتونه اینجوری باشه، به عبارت دیگه آن هست بیشتر رو سطح تئوریتیکال و تئوریه. خب چی هست؟ آن هست. آن منظورش چیه؟ لرنینگه. پس ات برمیگردد به لرنینگ و به یادگیری. این تکنیک، این تیپ معناگراست، اینو حتما بدونید بچه ها. یعنی باید معنی اجمالیشو بدونید. من نگاه کنید همه رو معنی نکردم، فقط در همین حد که میگه اون بیشتر تئوریتیکال، چی؟ یادگیری که اتفاق میفته. پس من میفهمم که مرجع برمیگرده به یادگیری. بسیار خوب. سوال بعدی، من سوال 99 رو جواب میدم. گفته چرا نویسنده کلمه ابوگ، نیوزپیپر، تلویزیون، رادیو، لدر، ایمیل رو در نزدیکای پایان متن آورده؟ این میدونین کدوم تیپ سوال بچه‌هایی که با خود من کلاس داشتن؟ خانم غفوری دیگه چهره من لازم نیست واقعا واضح بشه، شما به متن نگاه کنید، دقت کنید. گفته که چرا نویسنده متن تیپی هست که گفته بودیم چرا نویسنده فلان کلمه رو به کار میبره، چرا نویسنده فلان مثال رو به کار میبره. بعد گفته بودیم برای چی این مسئله رو میاره. تا سال 95-96، چون از تیپایی بود که از سال 95 وارد ریدینگ کنکور شد بچه ها، این تیپ میگفت چرا نویسنده فلان مثال آورده. بعد ما میگفتیم که به خاطر اینکه آورده تا جملات قبلش رو بخواد تایید کنه. واقعا 95-96 همینجوری میزدیم و جواب میداد. حالا ببینین چی گفته، من نگاه میکنم ولی دیگه کم کم که سوالها یکم جوندارتر شد دیگه نمیتونی، یعنی شما باید اون جمله رو کامل نگاه کنید و ببینید که چرا نویسنده همچین چیزی رو آورده. گفته but، اولا یکی از تیپای ریدینگ بچه ها اینجوری هست که نویسنده یه عالمه حرف میزنه، بعد میگه but، میگه however، یعنی اینکه اما، و هر چی که قبل بوده همه نابود میشه، یعنی اونا همه بیفایده است، و آنچه که میماند از جمله‌ای که نویسنده بعد از but آورده. ببین چی گفته، گفته but if this is true how can anyone learn anything from a book, newspaper, television, radio, a letter or email. ببینین چی میگه، میگه من فرض رو اولا اینجا صحبت میکنه از درایفس، میگه درایفس فکر میکنه فلان و فلان، بعد میگه اگه اینا درسته پس چجوریه که ما از کتاب یاد میگیریم، از روزنامه یاد میگیریم، از تلویزیون، از رادیو، از نامه، از ایمیل، پس ما چجوری این همه یادگیری داریم؟ پس اینا چی رو میخواد نشون بده؟ میخواد تو question، میخواد زیر سوال ببره a claim، ادعایی رو که ساخته شده توسط درایفس، عنوان شده توسط درایفس. از کجا میفهمم اینو؟ نگاه کنید تو پاراگراف دو گفته درایفس آرگیوز، داره درایفس بحث میکنه روی مسئله یادگیری، بعد هی ثینکس، اون فکر میکنه که یادگیری واقعی فقط فیزیکلیه، یعنی درایفس به آنلاین کلاس، به یادگیری دیستنس لرنینگ از راه دور اعتقاد نداره بچه ها. حالا ببینید چی میگه، نویسنده از اینجا میگه بات، میگه اگه این حرفای درایفس درسته پس چجوری این همه آموزش ما از تلویزیون داریم، از رادیو داریم، از روزنامه داریم، ایمیل داریم، نامه داریم. پس داره تمامه، اصلا خود کلمه بات یا بچه ها کلمه however اگه من بتونم یک جا بنویسمش که شما اسپلشو داشته باشید، هر جا اینا اومد یعنی داره جملات قبل رو تحت چی قرار میده؟
داره تحت سوال قرار میده و زیر سوال میبره مطالب، یعنی میگه من جملات قبلی رو قبول ندارم. بسیار خوب، بعدش من سوال 7 رو جواب میدم. There is enough information in the passage to answer which of the following following questions. من این سوال رو جواب بدم. میدونین این کدوم تیپه بچه ها؟ بچه هایی که سر کلاس خود من بودن با من کلاس داشتن، این که نویسنده از تیپ های پرتکرار ریدینگ هم هست. میگه نویسنده به کدام سوال جواب داده در ریدینگ یا به کدام سوال جواب نداده. اصولا میگه به کدوم سوال جواب داده. حالا خوب به من گوش بدین. قرار بر این بود که شما این ساقه سوال تک تک اینا رو توی جملات ریدینگتون داشته باشید. مثلا separation between physical and virtual body رو من دارم، separation between the physical and virtual body رو دوباره من دارم، expression of content is more important the medium رو دارم. اما میدونین چی رو ندارید؟ علامت ها، این کلمات پرسشی رو باید ببینید که آیا نویسنده به این کلمات پرسشی جواب داده یا نه. باید تک به تکشون رو پیدا کنید. از سوالات وقتگیره و برای همین من به عنوان آخرین سوالات دارم جوابش میدم. خوب گوش بدین. شما باید تک تک اینا رو توی متن پیدا کنیم، ببینیم به کدوم سوال جواب داده نویسنده، به کدوم سوال جواب نداده. دارم تکرار میکنم، از تیپ‌های پرتکرار ریدینگ هست. گفته سوال اول: What are some of the practical skills that are learned best through the medium of physical classes؟ گفته چیان بعضی از تکنیک های عملی که یاد گرفته میشن به بهترین وجه از طریق فیزیکال کلاسز؟ مگر نگفته بود که درایفز به فیزیکال کلاسز اعتقاد داره، یعنی میگه شما باید حضوراً سر کلاس باشید. حالا میگه چه نوع مهارت های عملی بهتر یاد گرفته میشدن؟ خب من نگاه میکنم اینجا صحبت کرده نویسنده، گفته درایفس فکر میکنه که یادگیری واقعی میتونه انجام بشه فیزیکلی و شما انجام بدین یه فعالیت مشخص رو. اما آیا گفته چه پرکتیکال اسکیلی باید به کار ببرید؟ نه، اسمی از پرکتیکال اسکیل نبرده. اینکه چه جور مهارت هایی بهتر یاد گرفته میشن، اگر میگین چه جوری من اینو پیدا کردم، من اسکن میکنم. اسکن رو جلسه قبل گفتم، یعنی من میگردم کلمه رو بدون توجه به معنیش پیداش میکنم. بعدی میگه جدایی بین فیزیکال و ورچوال بادی چرا ما استفاده میکنیم؟ جدایی بین فیزیکال و ورچوال بادی رو وقتی که پشت تلفنیم، اینو نگاه کنید تلفن کجاست؟ اینجا. میگه we did use this separation، میگه ما میایم جدایی بین فیزیکال و ورچوال بادی داریم، یعنی بدن جسمیمون و روحمون، فکرمون یه جای دیگه است، جسممون یه جای، فکرمون یه جای، وقتی که داریم پشت تلفن صحبت میکنیم. حالا گفته، آیا نویسنده گفته چرا ما این جدایی رو استفاده میکنیم؟ چرا بدن ما یه جای و فکر ما یه جای دیگه پشت تلفن؟ نه، شما جمله رو که نگاه کنید از چرایی صحبت نکرده. چی فرمودید؟ اجازه بدین من ببینم. بعدی سوال 4 رو من حذف میکنم، ببینیم چی گفته. گفته author believes that، نویسنده اعتقاد داره که expression of content یعنی محتوا مهمتر از وسیله‌ایه که قراره شما اون محتوا رو بیان کنید. محتوا مهمتره، یعنی الان یاد دادن من مهمتر از اینه که من سر کلاس فیزیکی و جسمی کنار شما باشم یا آنلاین باشم. اون وسیله یادگیری میگه مهم نیست، این مهمه که من به شما مثلا زبان رو درس بدم، محتوا مهمه. اینو کجا صحبت کرده؟ من به شما گفته بودم همیشه جملات آخر رو چک کنید. ببینید نویسنده چی گفته. گفته is not the expression of content more important the medium through which it is expressed. میگه آیا محتوا مهمتر از وسیله نیست؟ و این گفته چجوری نویسنده اعتقاد داره، اصلا به چگونگیش، همین یه جمله‌ای که آورده، به چگونگی هیچ گونه اشاره نکرده، فقط نویسنده گفته از نظر من محتوا مهمتره. بسیار خوب،
اما سوال سه رو کجا جواب داده؟ گفته چرا نویسنده اعتقاد داره که جدایی بین جسم و روح ما رو بینام و نشان نمی کنه سر کلاس های آنلاین، انانیمس نمی کنه. اینو ببینین، انانیمس رو اینجا دارین. نویسنده اینجا که میگه که صحبتی که کرده، گفته کلاس های آنلاین و گفته جسم فیزیکی ما پشت کامپیوتره، اما جسم روحمون یه جای دیگه است. خب و میگه پشت تلفن هم همینه، شما جسمی یه جا داری حرف میزنی ولی فکرتون پیش اون کسی که داری باش حرف میزنی. بعد نویسنده ببینین چی میگه، میگه من با درایفس مخالفم. I disagree. من مخالفم با درایفس که این جدایی ما رو بینام و نشان میکنه که من اینجا هم، جسمم اینجا، روحم جای دیگه است. زیرا این گفته چرا، چراییشو گفته، اینم گفته زیرا. پس جواب رو نویسنده اینجا داده، اصلا هم نمیخواد معنی کنی، چون زیرا و چراییش رو توضیح داده و جوابتون هم همینه که پاسخ داده شده. اما چرا من 97 رو گذاشتم آخر؟ دو تا تیپ رو با هم ترکیب کرده بچه ها، دو تا تیپ رو کنار هم گذاشته. نگاه بفرمایید، گفته which of the following is implied. مسئله تیپ استنتاجی، یادتونه تیپ استنباطی میگفتم اگه بگه infer، بگه conclude، بگه think، بگه suggest، بگه imply. imply رو دقت کنین، imply یعنی به طور ضمنی مطرح کرده. تیپ مقابل عینی، بچه تو عینی، عین خود متن توی سوال می اومد، توی گزینه ها می اومد یا مترادفش، ولی وقتی میگه imply یا تیپ استنباطی، شما باید از اطلاعاتی که داده استنباط کنید، یعنی مستقیما در متن نیومده. این یه تیپ. تیپ بعدی، من به بچه‌هایی که با من تیپ های ریدینگ رو گذروندن گفتم از سال 95 تیپ آفرز ویو، یعنی دیدگاه نویسنده به متن چیه. حالا اومده دوتا رو با هم ترکیب کرده، گفته دیدگاه نویسنده به آنلاین کلاسز به طور ضمنی چی بیان شده، آیا آنلاین کلاس رو قبول داره یا نداره. اگر شماها بچه های زرنگی باشین، اینجا رو متوجه میشین که وقتی درایفس میگه من اعتقاد ندارم و نویسنده میگه بات، اما من اعتقاد دارم به آنلاین کلاس، از بات به بعد تمام حرفای درایفس رو زیر سوال میبره، پس به آنلاین کلاس اعتقاد داره. اینجوری خیلی مستقیم دو رو میزنید، میگید اونها ابزار مفیدی هن برای تدریس و یادگیری. وقتی درایفس آنلاین کلاس رو قبول نداره و ایشون درایفس رو زیر سوال میبره، پس یعنی این که ایشون اعتقاد داره به آنلاین کلاس. حالا تک به تک هم میتونی اینا رو چک کنین. گفته اونها هرگز پذیرفته نمیشن در محافل تحصیلی، اصلا همچین چیز 97 یک اصلا جای عنوان نشده و میگه اونها پذیرفته میشن. بعدی سوال سه گفته که اونها اصلا، شما ادوکیشن سرکل رو توی یا مترادفش رو توی متنتون ندارین، پس همچین چیزی بیان نشده. دو سومی رو نگاه میکنم، میگه اونها مفیدن برای تدریس پرکتیکال نسبت به تئوریتیکال. این حرف درایفسه که میگه باید ما جسممون بیشتر حضور داشته باشه و فعالیت ها و مهارت های پرکتیکال داشته باشیم. 97.3 دقت کنید، گفته یادگیری بیشتر اینتلکچوال نات پرکتیکال. اینا حرفایی هستش که درایفس میزنه، میگه یادگیری که اتفاق میفته میتونه اینتلکچوال باشه، یعنی میگه اون ذهنه که باید سر کلاس باشه تا طرف بفهمه، بیشتر به اینتلکچوال اعتقاد داره. خب میگه ولی شما سر کلاس های آنلاین، بچه ظاهراً سر کلاس هست ولی ذهنش و حواسش میتونه یک لحظه پرت بشه و یادگیری قطع بشه. خب پس این دقیقاً صحبتی هستش که درست نیست. بعدی گفته there would come a time، یه تایمی میرسه که فیزیکال کلاس ها جای
که اونها یعنی آنلاین کلاس ها جای فیزیکال کلاس ها رو میگیرن، اصلا در مورد این مسئله هم صحبت نشده. ولی کلا اگر دانش آموزان ما این قسمت از بات به بعد یا جایی که نویسنده میگه من مخالفم، ببینید این دیدگاه خود نویسندهه، یه بار اینجا مخالفت میکنه یه بار اینجا، وقتی مخالفت میکنه شما از مخالفت به بعد نظر نویسنده است. پس یکی اعتقاد داره به آنلاین کلاس ها چون میگه شما اصلا بینام و نشان نیستید، الان ببینید شما سر کلاس آنلاین من ستایش دارم، فاطمه قلی‌زاده دارم، خانم ساجده غفوری دارم و اینا هویت دارن پشت کلاس، ولی درایفس میگه اینجوری نیست. یک مسئله دیگه دوباره میگه اگر آنلاین کلاس خوب نبود پس چرا این همه یادگیری از راه دور دیستنس لرنینگ داره اتفاق میفته. پس من از اینها متوجه میشم که نویسنده من آنلاین کلاس ها رو ابزار مفیدی میدونه برای اینکه بتونه تدریس کنه و به تدریس بشه و بتونه یادگیری اتفاق بیفته و شما الان از طریق آنلاین کلاس من میتونم کامل به شما تدریس کنم. بله، سوال 95 دو شد عزیز دلم، سوال 95 جوابمون دو شد. خب میرم سر ریدینگ، سر کلاس تستم. بسیار خوب، خب گفتیم کلاس تست یک شورت استوری هست، یک داستان کوتاه. من قرار بر این خط اول رو بخونم ببینم دیگه از این بیشتر فکر نمی کنم که بله نصف متنمون میره. خب خب به من نگاه کنید. Fossil analysis shows that at least 5 periods in the last 600 million years a drastic reduction in number of special plants. خب میگه که تحلیل های فسیلی نشون میده که 5 دوره در 600 میلیون سال قبل ما کاهش در تعداد، اصلا اسپیشیز رو نمیدونید یعنی گونه ها مهم نیست بچه ها، میگه که در تعداد گیاهان و حیوانات روی زمین داشتیم. پس میگه که تحلیل ها نشون میده ما کاهش تعداد حیوانات و گیاهان داریم. این خیلی مهمه بچه ها که شما وقتی لغت رو نمیدونید هول نشین و بدونین که خیلی ها اینو نمیدونن، خیلی ها این مسئله رو نمیدونن. بسیار خوب، حالا نگاه کنیم. من به گزینه های 88 نگاه میکنم، زمان ماضی نقلی، واسین مجهوله، سی زمان حال، سا زمانه زمان گذشته ساده است. گفتیم موقعی که زمانها رو من داشتم بهتون تدریس می کردم گفتم دو جور باید بر زمانها مسلط باشید، یکی بر مفهوم باید مسلط باشید، مفهوم زمان رو بچه ها باید بلد باشین، یکی دیگهش قیدهای اون زمان. الان چون از سال 95 به بعد سوالات بیشتر مفهومی شده زیاد قید به کار نبرده، الان اومده چیکار کرده؟ اومده مفهوم رو به کار برده. گفتیم مفهوم ماضی نقلی یکیش این بود، کاری از گذشته شروع میشه و اثرش تا زمان حال ادامه داره، میگه حداقل 5 دوره از 600 میلیون سال گذشته کاهش وجود داشته و اثرش تا زمان حال ادامه داره. پس من به قدرت ماضی نقلی رو میزنم، کاری که از گذشته شروع شده و اثرش تا زمان حال ادامه داره. بعدش رو نگاه میکنم، لغت فیکس تعمیر کردن، کاز سبب شدن، اوید اجتناب کردن، ایندنجر در معرض خطر قرار دادن. میگه چون این تغییراتی به وسیله، اصلا مهم نیست استروید رو نمیدونین، دراماتیک رو نمیدونید، شما کلایماتیک چینج رو که میدونین، تغییرات آب و هوایی. میگه چون این تغییراتی به وسیله تغییرات آب و هوایی سبب میشوند، چون این تغییراتی
ایجاد میشن، سبب میشن به وسیله تغییرات آب و هوایی. پس کاز رو میزنم. یه تکنیک به بچه‌های خودم گفته بودم، گفته بودم تکنیک پازلی. تکنیک پازلی رو شما جایی پیداش نمی کنید، تو کتابی نیست. مسئله هست که سر کلاس ها مطرحش کردم، گفتم یک بار کلمه در متن هست دوباره همون تکرار میشه. البته شما به معنیش دقت می کنید، ولی خود کلمه توی خود کلاستستتون هست. گفته بودم پرتکرار نیست، ولی امسال توی تجربه 99 اومده بوده. ببینین چی گفته. اولا از کجا میفهمم؟ من به شما گفتم یکی از تکنیک هایی که من باهاش خیلی به سوالا پاسخ میدم با صفات اشاره دیس و دیز هست. نگاه کنید، میگه این جای خالی وقتی صفت اشاره نزدیک میده، یعنی یک بار این کلمه در خود این متن تکرار شده. نگاه کنی a reduction، این که صفتش هیچی، reduction کاهش. پس میگه دانشمندا به طور کلی اعتقاد دارن که این چی کار دست بشره، این کاهش کار دست بشر هست. و دقیقاً این دیس نشون میده این کلمه یک بار دیگه استفاده شده، پس ریداکشن هست که به قدرت من سر جای خالی میزنمش و تکنیکش پازلی هست. بسیار خوب، من میرم سر سوال 91م. میگه سلطه نوعی از گونه ها داره آسیب میزنه به بقیه. به بقیه چی؟ به بقیه موجودات زنده جهان دیگه. این سه تا گزینه همشون با همدیگه بازی کلمه کرده، زندگی جهان، زندگی جهان، زندگی جهان. خب حالا این اصلا از نظر معنایی درست نیست. میگه این کار، این سلطه بشر، سلطه گونه ای از نوع که میگه هوموسیپین ها هستند، که میگه همین انسان ها هستند، حالا شما اینم قطعا نمیدونید و بین دوتا کاما آورده، میگه سلطه اینها داره آسیب میزنه چون صحبت از گیاهان و حیوانات هست و اینجا هم گفته کار دست بشره. پس میگه سلطه این گونه یعنی بشر چی کار میکنه؟ صدمه میزند به موجودات زنده جهان، living world. باید نشون بدین که داره به موجودات زنده شامل plants and animals دارن صدمه میزنن. ببخشید که خوب نمیشه نوشت. و اما 92 میگه انسان ها دارن به سرعت چیکار میکنن اکوسیستم رو. شما با توجه به تمام مفاهیمی که اینجا وجود داره میفهمین که دارن دیستروی، دارن نابود میکنن و مترادفش هم اینجا اومده، داینگ. میگه این نابود کردن گونه ها، این نابود کردن، پس باز هم مترادف تکنیک پازلی هم اومده. شما از طریق معنی هم میتونین رو تشخیص بدین. بسیار غیر از پسیج تو که یکم سنگین بود، کلاسستتون کلاسست فوق العاده راحتی بوده، پسیج وانتون فوق العاده راحت بوده و اذیت نمی کرده. بریم سر گرامر. گرامر ها از من اگه بتونم اینو تک صفحهش کنم. آقای صالحی من اینو چجوری آها اوکیه. خب بسیار خوب، بسیار خوب. سوال 76 گفتم، سوال 76 77 و 78 گرامره.
79 گاهی گرامر گاهی لغت. میریم سر تست ها. سوال 76 تون فوق العاده راحت مربوط به مباحث صفت هست، صفت برابری، برتری، عالی. شعرش رو اینجوری میخوندیم: از اردن مردن دس دموست. خب از یک از رو داده، از بعدی رو میخواد، یعنی این سطح سوال فوق العاده راحت بوده. میرم سر سوال 77. اولا بهتون گفتم یه سری عبارت های دتدار میدن غیر از قسمت تک کوئسشن که حالا انشالله سوالش رو خواهیم زد، در بقیه سوالات عبارات دتدار رو حذف کنید. از اینجا به بعد ریدینگ من گرامر من شروع میشه. فقط بچه‌ای میتونه این سوال رو بزنه که بر جمله واره موصولی کامل مسلط باشه. ببینید من یک مقدار حالا اینا رو برای بچه‌های خودم سر کلاس ها گفتم و بچه‌های من میدونن و میتونن این ریدینگ رو الان این گرامر رو بزنن، ولی برای بچه‌هایی که شاگرد من نیستن و انشالله در همایش میبینمشون، دقت کنین بچه‌ها. جمله واره موصولی یک فعل اصلی وجود داره و قرار بر اینه که یک عبارت موصولی که خودش هم فعل دارد در داخل جمله قرار بگیره. حالا پس یه جمله میدن، یه فعل اصلی وجود داره، یه جمله واره موصولی که اونم فعل داره، اینم یه فعل داره، اینم یه فعل داره. زمانی که این ساختار میخواد قرار بگیره، باید این جمله دومی که داره قرار میگیره جمله واره موصولی باشد. حالا گاهی در 99 تمام گروه های آزمایشی جمله واره موصولی اومد، یعنی از گرامرهای فوق العاده پرتکرار امسال. خب تمام گروه ها داشتن: ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان، خارج کشور. حالا منو نگاه کنین، یه بار اینو میده اینو میخواد، یا فعلو میده اینو میخواد، یا مثل انسانی 99 دوتا رو نمیده. یعنی بچه باید کاملا مسلط باشه به جمله واره موصولی. از مباحثیه که ما امسال کامل کامل اینو تدریس کردیم، یعنی در حد بچهای منحصرن زبان به بچه‌ها تدریس کردیم، به خاطر اینکه از مباحث پرتکرار هست و خطرناکه. یعنی در حد گرامر بچهای منحصرن زبان ارشد و دکترا تدریس شد به بچهای ما سر کلاس. دقت کنی الان قسمت جمله واره موصولی رو داده، میخواد ببینه بچه میفهمه جمله واره موصولی رو که داده، حالا جمله من نیاز به یک فعل اصلی داره، پس may experience. به همین راحتی دیگه. این که اولا دی داره که اصلا فاعل داره به کار نمیره، این جمله واره کلمه موصولی داره به کار نمیره، این دی داره به کار نمیره، دن اینجا خودش دوره زمانی داره دیگه، دن معنی نداره. سپس 78 گفته بعضی مردم فکر میکنن که این که اصلا هست به هیچی. میگه اونهایی که نقشه میکشن که ازدواج کنن یا برنامه ریزی میکنن که ازدواج کنن، نیاز دارند. دقیقا یه جمله معلوم لازم دارم. گرامر نید رو خوب بخونید بچه ها. نید میتواند گاهی فعل کمکی باشه، گاهی فعل اصلی باشه. میگه نیاز دارند و بعدش هم یه فعل با تو اومد و به این ترتیب. اما سوال 79، سوال 79 ببینید گرامر داده. اولا چون ایف دارم، آقای فردوسی جمله واره موصولی رو من اینجا نمیتونم بهتون بگم، انقدر این قصه مفصل هست، فقط در همین حد من الان توضیح دادم که کلمه موصولی که اومده، جمله واره موصولی که اومده، نیاز به یک فعل اصلی داره. گاهی اوقات فعل رو میدن، تا الان سالهایی که بوده اینجوری بوده، فعل اصلی جمله رو میدادن، شما جمله واره رو میزدید، مثل سوال 76 ریاضی 97 که من حل کردم. فعل اصلی رو میدن، ریلایز بود، و بعد شما جمله واره موصولی رو میزدید، مثلا employee، حالا اگه جملهش یادم یاد، کارمندانی که who report the problems، سوال 76 ریاضی 97 بود. ولیکن اینجا در 99 دقیقا بچه ها رو به چالش کشیده، یعنی میخواد ببینه که آیا بچه
میفهمه آیا بچه ما میفهمه اصلا جمله واره موصولی به طور کامل چیه؟ چون که جمله واره موصولی اومده نیاز به یک فعل اصلی داره و من گزینه دو رو میزنم که فعل دیگه نگاه کنید ممکنه تجربه کنند. این فعل اصلیمه دیگه، فاعل جمله واره موصولی و اینا نباید دوباره بیاد. تمام این جمله واره موصولی هست چون با هو شروع شده تا اینجا، از اینجا به بعد نیاز به یک فعل اصلی دارم. بسیار خوب، میرم سوال 79. میگه که the economies are concerned that، این حذف میشه دوباره. دقت کنید شرطی من از اینجا شروع میشه، if، چون if داره جمله شرطیه. این ور آینده اومده پس شرطی نوع یکه. بسیار خوب، یک ور آینده یک ور حال ساده میاد دیگه. 72 بله، میگه اونهایی که نیاز دارن، اونهایی که برنامه ریزی کردن که ازدواج کنن، نیاز دارن که کلاس های آمادگی ازدواج رو بگذرونن. نیاز دارن شکل معلوم فعل لازمه و من همون رو هم میزنم. بسیار خوب، چرا تیکه اول رو حذف کردم؟ چون از سال 95 مخصوصاً، سال 95 به قبل هم بوده ولی خیلی ضعیف، از سال 95 سعی کردن سوالات شما رو به سمت سوالات ارشد و دکترا ببرن و طول جمله رو طولانی کنن. برای همین میان عبارت‌های دتدار میذارن اول جمله، اون عبارت‌های دتدار حذف میشن. بسیار خوب، خدمتتون عرض کنم که شرطی نوع اول هست، ایف داره. حالا ما در حالت عادی میگیم if، اینجا حال ساده قرار میگیره، چقدرم که بد مینویسه، و این طرف آینده قرار میگیره، یا can قرار میگیره یا will قرار میگیره. میدونید دیگه مدال های حال آینده، اومده چپه کرده جمله واره شرطی رو، قسمت آینده رو اول آورده، این ور شما حال ساده است. حال ساده برای گاورمنت که سوم شخص مفرد چی میذارین؟ doesn't میذارید. بسیار خوب خانم مظلومی، این سوال 78 رو شما درست میفرمایید، ولی از نظر معنایی این استثناء هست که گاهی اوقات از نظر معنایی با اینکه حرف اضافه وجود داره، البته که این حرف اضافه هم نیست، این مصدره، این مصدری هست، فعل با تو مصدری هست و به خاطر همین جمله معلومه. حالا انشالله اینو باز براتون بیشتر توضیح خواهم داد، توی همایش براتون کامل توضیح میدم. میگه که سوال 80 دیگه لغته، میگه برای بعضی از مردم مطالعه تاریخ خیلی ارزشمنده و باید بهش ریگارد توجه بشه به اندازه ضرورتی که برای از اسنشال تو فول ادویکیشن، به اندازه تحصیلات باید بهش توجه بشه. مطالعه چی؟ مطالعه تاریخ. سپلای فراهم کردن، ریگارد توجه کردن، فوق العاده مهم، اتند حاضر شدن، اینفورم اینو داشتیم ها، اتندد دی کلاسز بعد آورده بود، رگولارلی قید رگولارلی را آورده بود، و اینفورم یعنی مطلع کردن، اینفورمد یعنی مطلع، اینفورمد آف، مطلع از، حرف اضافه‌اش رو هم بدونید، و اینفورمد ویت، مطلع با، دو تا حرف اضافه داره. بسیار خوب، بریم سر سوال 81. سوال 81 میگه که یه کسی باید باشه توی خونه که بپذیره چیه پکیج ها و بسته هایی که سفارش داده بودند، دلیوری، بپذیره تحویل پکیج ها و بسته ها رو. بسیار خوب، بله کلاس ضبط میشه و بعدا میتونید استفاده کنید اگر خواستین. دیسکاونت تخفیف، دیمند تقاضا کردن مهمه، اکسس دستیافتن، دستیابی.
اگر یک گزینه اسم باشد سه گزینه دیگه اسمن دیگه، اکسس دستیافتن هم میشه، ولی چون اینجا اسمه من اینو دستیابی میگیرم. خب میگه filled the minds of all passengers aboard the falling airplane، میگه که فکر همه مسافرهای سوار هواپیمایی که داشت falling داشت میافتاد پر شده بود از چی؟ dread، ترس و وحشت، emotion، احساس، disorder، اختلال، pain، درد. قطعا جواب dread هست. بسیار خوب. لیلا احساس چی کرد؟ بیکاز داده، یعنی میگه با اطلاعات اینور اینور رو بزن. هیچ کسی بهش توجه نمی کرده و جوری باش رفتار می کردن که انگار اونجا نبوده. پس لیلا احساس اینویزیبل می کرده، لیلا احساس اینو می کرده که نادیده گرفته شده بوده. بسیار خوب. خدمتتون عرض کنم رود یعنی گستاخ، کرول ظالم، unchangeable غیر قابل تغییر. ببینید من سه گزینه دیگر رو میخونم چون اینا همون لغت‌های داخل کاسه کنکور من هستن. بسیار خوب، میریم اینجا. میگه که آها، میگه یه مدت طول میکشه برای یک چاپ کننده که جمع‌آوری کنه شعرها رو به صورت یک کتاب، طول میکشه که کمپایل جمع‌آوری کردن، اکسچنج مبادله کردن، ریسایت از برخواندن، سراوند یه بار دیگه اومده بود، یعنی محاصره کردن، احاطه کردن. There are many English words whose can be followed back to Greek. خب نگاه کنید الان این جمله واره موصولی مالکیتیه، این فعل اصلیشه. ببینید این جمله واره موصولی، جمله واره موصولی رو باید براتون توضیح بدم، وحشتناک بچه ها مهم هست و شما میبینیدش. خب میگه که کلمات انگلیسی وجود دارن که چیشون برمیگرده به زبان یونانی؟ قطعا منشأ، منشأ و خواستگاهشون. آیتم یعنی فقره، ماده، مواد، ایشیو یعنی معضل، سنس یعنی حس. آیتم یعنی قلم، کالا، مثلا میگه یه آیتم، این آیتم، اون آیتم، این منظورش اینه. دیکشنری چیه؟ دیکشنری یه سری اطلاعاتیه که توصیف میکنه یک کلمه یا فریز رو. اینا معنیای خود کتابتونن بچا، این مال خود کتابتونه. مدخل واژگان، مدخل دیکشنری. مدخل دیکشنری میدونین چیه دیگه؟ شما اگه یه دیکشنری داشته باشین، هر کلمه‌ای که توی دیکشنریتون هست یک دیکشنری انتری هست، یعنی یک مدخل هست و یک واژه هست. اون یه واژه داخل دیکشنری رو از نظر اصطلاحی بهش میگن مدخل. ابریویشن اختصار، کلیگرافی یعنی خطاطی و خوشنویسی، گاید یعنی راهنمایی. و the new computer system is so، این لغت خیلی مهمه، به عناوین مختلف و به اشکال مختلف تو سوالای کنکور میاد. میگه سیستم کامپیوتر جدید اونقدر چیه که هیچ کس قادر نیست درست استفادهش کنه. properly complicated یعنی very complex، خیلی پیچیده، یعنی very difficult، خیلی مشکله. خب distinguished یعنی متمایز، برجسته، skillful ماهر، و serious یعنی جدی. و تجربی 98 تون حل شد. خب تجربی 99 تون بچه ها به من گوش بدین. این همایشی که من آیدیمو براتون میذارم، این آیدی منه، به این آیدی پیام بدین، چه برای کتاب هاتون چه برای همایش، که من هماهنگ میکنم مستقیما با پشتیبانی با کلاس آنلاین. و این هم شماره من هست، میتونید تماس بگیرید و هر سوالی دارید در رابطه با همایش و کتاب های با کلاس آنلاین از من بپرسین تا خدمتتون بگم. بچه ها سوال تألیفی به هیچ عنوان نمیزنید
من هزینه همایش رو حقیقتا خبر ندارم. اسکیلفول یعنی ماهر. من اصلا با هزینه های کلاس آقای فردوسی هیچ گونه اینا به من مربوط نمیشه، مربوط به خود با کلاس آنلاین هست و تصمیماتی هست که مسئولین میگیرن. من فقط تدریسمو انجام میدم و وظیفم این بوده که رایگان اینو برای شما توضیح بدم. خدمتتون عرض کنم که این شمارم هست، این آیدیم هست. به هیچ عنوان سوالات تالیفی بچه ها نمیزنن. سعی کنید که مجموعه سوالی جمع آوری شده از سال 90 و از سال 79 تا 99 که از مجموعه با کلاس آنلاین شما سوالای کنکور رو در رشته های ریاضی، تجربه انسانی، هنر، زبان خارج کشور میتونید تهیه کنید. دقت کنن دانش آموزای گل، فکر نکنن چون تجربیان فقط باید سوال گروه آزمایشی تجربی رو بخونید. شما عمومی هستید، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما سوالاتون مشترک هست. زمان تقریبی همایش رو اصلا نمیتونم بهتون بگم تا جایی که ما بدونیم. الان ببینید یک دونه نمونه سوال ما داریم حل میکنیم، هزار تا سوال پرسیده شده، تازه من خیلی ها رو دیگه جواب نمیدم چون وقت نیست و میذارم که اگر موقعی که دارم تدریس میکنم سوال ها رو شما بپرسید. بستگی داره که بچه های داخل همایش چجوری با ما راه بیان. تالیفی چجور سوالیه؟ تالیفی سوالیه که من طرح کنم. سوال کنکور سوالی هستش که طراح سوال کنکور طرح کرده. تا زمانی که سوال طراح سوال کنکور هست شما تالیفی بزنین جای بسی سواله. بله کلاس تموم شده و شما میتونید تشریف ببرین. زنده باشین. امیدوارم که کلاس براتون مفید بوده باشه. التماس دعا دارم، برای ما دعا کنین در این شبها. خدا نگهدارتون.